با عرض سلام شما بیننده ی تازه ترین رویدادها تا این ساعت از یک هستین 55 درصد از کودکان افغانستان دچار چهار سوی تغذیه هستند بر بنیاد یفته های سازمان ملل متحد کودکان افغانستان پس از یک دهه سقوط طالبان هنوز هم 55 دلیل آن که بانها با غذای کافی نمی رسد به سوی تغذیه دچار می شوند در گزارش این سازمان آمده که این معضل سبب می شود تا کودکان وزن کم قطهای کوتاه و جسامت کوچک داشته باشند گزارش می افزاید بانک ایالات متحده آمریکا میلیاردها دلار را در افغانستان به مصرف رسانده تا این چالش ها از میان برداشته شود اما به نظر می رسد که این کمک ها هیچ تاثیری نداشتند 15 طالب از اثر عملیات های تصفیه نیروهای امنیتی کشته شدند وزارت امور داخله در خبرنامه نگاشته است که این عملیات ها در جریان یک شبانه روز گذشته در مربوطات ولایت های ننگرهار، کندوز، کندهار، زابل، اروزگان، پکتیکا، بادغیس، هلمند و نیمروز انجام شد در خبرنامه افزوده شده که شش طالب دیگر در این عملیات ها زخم برداشته و شش تن آنان نیز بازداشت شدند در جریان این عملیات ها 11 حلقه نیز کشف و شده است جسد یک بانوی چهل ساله شب گذشته از ولسوالی بهارک ولایت تخار یافت شده است بررسی های نخستین نشان داده که این بانو از اثر برخورد چند گلوله بر بدنش جان داده است سخنگوی والی تخار گفت حاویت این بانو و دلیل قتل آن هنوز روشن نشده است این در حال است که شنبه شب نیز افراد مصالح ناشناس دو جوان را در ولسوالی چه آب این ولایت کشته بودند از اثر عملیات نیروهای ویژه ارتش ملی در ولایت ننگرهار شب شش طالب کشته شدند. جاوید سلیم مسئول مطبوعاتی نیروهای ویژه ارتش ملی در شمال شرق کشور گفت این عملیات اصر روز گذشته در روستای زاوه ولسوالی خوگیانی راه اندازی شد و افزون بر کشته شدن شش طالب چندین جنگ افزار و مقدار مهمات نیز به دست آمده است. بر بنیاد یک خبر دیگر دو طالب در ولسوالی چپرها را بلایت ننگرهار شب گذشته شکار ماین شدند که قصد جاسازی آن را داشتند. با گفته سخنگوی فرماندهی پلیس ننگرهار دو طالب دیگر در این رویداد زخم برداشتند. ریاست عمومی امنیت ملی دیروز از کشف و ضبط هزاران کیلوگرم مواد انفجاری پوتاشم کلورایت خبر داد. در خبرنامه این اداره آمده است 5000 کیلوگرم پتاسیم کلورایت که حراس افکنان از آن در ساختن بم ها استفاده می از ساحه پوزه نیازی بلایت لوگر کشف و بدست آمد. حراس افکنان این مقدار مواد را در پنجا بوری جاسازی کرده و آن را از پاکستان به مقصد بلایت لوگر منتقل می و ده از محترزان شام گذشته بر وزارت عدلی اوکراین در کیف حمله کرده و ساختمان این وزارت را زیر کنترل خود در آوردن. بر بنیاد گزارش رسانهای اوکراین راه پس از تصرف این ساختمان بر آماده سازی سنگرهای جدید آغاز کردند. از سوی هم مقام های امنیتی اوکراین از درگیری معترضان با نیروهای امنیتی در نقاط مختلف این کشور خبر دادند. از همراهیتان سپاسگزار استم و وقت خوش برتان آرزو میکنم